آیا با بالا رفتن رأی راست‌های افراطی در بسیاری از کشورهای اروپایی سیاست‌های این کشورها و در کل اتحادیه اروپا تحت تأثیر نگاه آنها تغییر می‌کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفت. این هفته انتخابات دیگر در اروپا نتیجه رقم زد که برای بسیاری یک دهه قبل قابل تصور هم نبود. حزب راست افراطی سوئد، کشوری با سنت طولانی میانه روی، در انتخابات آرای قابل توجهی را از آن خود کرد. سوئد، کشوری مهاجرپذیر که دهه هاست به رواداری اجتماعی معروف بوده، حالا حزبی در آن با استقبال روبرو شده که ضد مهاجرت است. بسیاری از کشورهای دیگر اروپا هم از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب با این روند مواجه بودند. صاحب نظران چرخش و حتی رأی به برگزیت را ناشی از نگاه ضد مهاجر می‌بینند. از سوی دیگر احزاب میانه روتر هم برای جلب آرای رأی دهندگان سیاست‌های کنترل مهاجرت را پیش گرفتند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم در سخنرانی سالانه‌اش گفته که اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2020 و با هدف مقابله با مشکل مهاجرت غیرقانونی 10,000 مرزبان به نیروهای خود اضافه کند. در کل چقدر تحولات سیاسی در کشورهای اروپایی بر سیاست‌های اتحادیه اروپا در داخل و خارج از آن تأثیر داشته و تأثیر این تحولات در تصمیمات اتحادیه اروپا درباره خاورمیانه و افریقا تا کجاست؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمانان ما علی حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه استودرتون سوئد از استکهلم، فرزان روستایی، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل بین‌المللی از استکهلم، کامبیز بهبهانی از فعالان حزب سبزهای آلمان و کارشناس امور مهاجرت از برلین و نیما راشدان، پژوهشگر دموکراسی دیجیتال از زوریخ سوئیس هستند. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. آقای حاجی قاسمی، از شما سوال میکنم با توجه به شناختی که از سیاست داخلی سوئد دارید و تخصص خودتون، به ما بگید که تحلیلتون چی هست از این آرایی که در این هفته حاصل شد در انتخابات؟ البته قابل پیش بینی بود و در نظر سنجی ها حتی حزب دموکرات های سوئد، یعنی حزب بیان ستیز دموکرات های سوئد، تا 23.45% آرا هم به دست آورده بود در نظر سنجی ها. بنابراین به گونه می شود گفتش که کسب 17-18% در افکار عمومی، به خصوص اونایی که مخالف این حزب بودند، به گونه مثبت تلقی می شد، چون نگرانی بود که بیشتر از این رای به دست بیارن. و خب البته طی سالهای اخیر یا طی یکی دو دهه اخیر که مهاجرت در سوئد نسبتاً گسترده بوده، مثلا در سال 2015 165,000 پناهجو پذیرفته شد در این کشور و در دو سال اخیر هم حدود 40-45,000، که این رقم بسیار بالاییه برای کشوری که جمعیتش 10 میلیون هست و به نسبت خب آلمان که اونم کشور پناهنده پذیری است، سوئدیا به نسبت بیشتر حتی پناهنده پذیرفتند از آلمانی ها. خب این معلومه که به هر حال برای بخشی از جامعه دشوار هست پذیرش این مهاجرت گسترده که صورت گرفته، اما این همه ماجرا نیست. من میخوام اذعان بکنم که این در واقع بهانه است برای در واقع افراطی‌ها یا حزب افراطی در سوئد که از این طریق به اصطلاح مخالفت اصلی خودش رو با دستگاه سیاسی در کشور دنبال بکنه، شبیه آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده. مسئله اصلی در واقع ناتوانی احزاب دیرینه در سوئد در پاسخگویی به نارضایتی ها و ناامنی هست که بخشای از جامعه سوئد یا جامعه اروپایی احساس کردن پس از تحولات دو سه دهه اخیر که در واقع روند جهانی شدن طی شد. و روند جهانی شدن دو تا به اصطلاح پیامد داشت. یکی از این پیامدها این بود که شرکت‌های بزرگ ترک کردند، که شرکت‌های بزرگی که به نیروی کار ارزان احتیاج داشتن، به نیروی کار غیر متخصص یا کم متخصص، به کشورهای جهان سوم کوچ کردند و باعث شد که بخش قابل توجهی از نیروی کار در این کشورها به ویژه سوئد بیکار بشن و بیکاری طول مدت زیاد بشه. یکی این ماجرا بود. یا عامل دیگه این بودش که در واقع راه برای ورود شرکت‌های کوچیک از اروپای شرقی باز شد. نیروی کار ارزان از اروپای شرقی وارد اینجا شدن و اینها کارهای به اصطلاح ساده‌تر رو انجام میدن با دستمزد بسیار پایین‌تر.
در واقع این دو تا تحول به علاوه اینکه در این 20-25 سال ما شاهد کاهش استاندارد رفاهی بودیم، یعنی سیستم رفاهی در کشور اروپایی و در سوئد به خصوص میزان سخاوتمندیشون کاسته شد. بنابراین ما میبینیم که جوانان با تحصیلات پایین و سالمندان که اینا در واقع پایگاه اجتماعی افراطیون در این کشور هستند، اینها دچار عدم رضایت، یعنی نارضایتی از وضع موجود شدن که این در 20 سال اخیر این گسترش پیدا کرد و چون دولت‌های این چند دولت اخیر نتونستند این نارضایتی رو در این طیف گسترده رو به گسترش از بین ببرند، خب اینها به سمت احزاب افراطی که در واقع بر موج نارضایتی سوار میشن. بله. احزاب کوچیکی که در این 50 سال در واقع محلی از اعراب نداشتن، خیلی هاشون پیشینه نازیستی و نجات پرستانه دارن و حالا اومدن به موقع از این موج نارضایتی استفاده کردن و تونستن این ناراضیان رو به سمت خودشون جلب کنن. آقای بهبهانی، با توجه به اینکه اتفاقی مشابه هم در آلمان افتاد با حزب آلترناتیو، میخوام ببینم که چرا احزاب چپ نتونستن، علارغم اینکه خب اگر این مسائل اقتصادی هست که بسیاری رو نگران کرده، چرا احزاب چپ نتونستن برای این وضعیت پاسخی پیدا کنن و این آرا رو جذب بکنن؟ چطور شد که احزاب راست اینجا اقبال عمومی به سمتشون چرخید؟ با درود به شما و بینندگان و شرکت کنندگان در بحث، من فکر میکنم که باید ما ریشه یابی کنیم و ببینیم از کجا شروع شد. احزاب دست راستی یا افراطیون محافظه‌کار در اروپا در ابتدا از مخالفتشون با اروپا ابراز می داشتن، مخالفتشون با پول اروپایی یورو ابراز می داشتن و تقسیم بندی شد بین چپها و دموکرات ها و دست راستی ها، به این نحو که کسانی که طرفدار اروپا بودن، طرفدار یورو بودن، به نام دموکرات، به نام چپ، به نام محافظه‌کار اعلام شده بودن، ولی قسمتی که مخالف بودن به عنوان دست راستی و مخالفین دموکراسی اروپا بودن. تا اینکه مسئله جنگ بین ناتو و لیبی یا افتادن قذافی اتفاق افتاد، بهار عربی اتفاق افتاد و جنگ در سوریه. در این مرحله ترس در اروپا حاکم شد و تعداد زیادی گفتن که نخیر آقا، اینا مسلمان ها هستن، مسلمان ستیزی. ما خودمون در لندن دیدیم که مخالفت با مهاجرین چجوری پیش اومد، مخالفین در اروپا چطور شد و این هجوم یکباره اینها باعث شد که تقسیم بندی دیگه مسئله فقط اروپا و یورو نبود، بلکه مسئله این بود که ما از پناهنده ها ترس داریم و چون داعش مرتب در ترور شرکت داشت و کشورهایی که مثل لیبی، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل مصر که با بحران عظیم تروریستی مقابله شدند، این باعث شد که در اروپا ترس افزایش پیدا بکنه و ترسی که دست راستی ها ازش استفاده کردن باعث شد که باز جناح‌بندی ایجاد بشه. از یک طرف احتیاج به کارگران، یا من حتی معتقدم که اینهایی که اومدن اروپا تعداد خیلی زیادی به عنوان حتی برده دارن کار میکنن و دولت‌ها دارن ازشون استفاده میکنن. یک مرتبه کشورهایی که حتی کمونیستی بودن قبلا در بلوک شرق، اینا شروع کردن به تبلیغات ضد اسلام، اسلام ستیزی، ترس از ترور، باعث شد که جناح چپ فقط تونست دفاع بکنه و این دفاعش یک طرف بود و از طرف دیگه راه حلی برای بحران‌های اقتصادی نداشت، برای اینکه هم می‌خواستن دوباره انتخاب بشن، همین که دوباره می‌خواستن که از قدرت بیرون نیان و راه حل اساسی نداشتن. و ما باید مسئله اقتصاد، مسئله صنعت رو در نظر بگیریم که جهانی شدن باعث شده که خیلی از نیروهای چپ قدرت این که با واقعیت برخورد کنن ندارن. سعید. و بله
خانم رستمی، من خواهم تحلیل شما رو و همینطور آقای راشدان هم راجع به این موضوع بپرسم، برای اینکه این پایه بحث ماست، دلیل این اتفاق پایه بحث ماست. نظر شما چیه؟ من اعتقاد دارم از هر طرفی که شما نگاه کنید، از راه جناح چپ یا جناح راست، این واقعیت رو شما نمیتونید انکار بکنید که شما در کشورهای اروپایی، کشورهایی که سواحل جنوبی اروپا رو دارن، یک دفعه با یک واقعیت هولناکی مواجه شدن که میبینید صدها قایق میومدن، اینها پر از انسانهای بیپناهی هستن که همه چیزشون گذاشتن و اومدن و خیلی از اینها در راه کشته میشدن، خیلی از اینها غرق میشدن. اصلا این تبدیل به یک فاجعه انسانی شده بود. جدا از اینکه احزاب راست یا احزاب چپ نسبت به این قضیه موافق باشن یا موافق باشن، اتحادیه اروپا یک دفعه با یک پدیده مواجه شد که این پدیده رو نمیتونست جاخالی بده، ازش فرار کنه، این پدیده رو نمیتونست نادیده بگیره، و موج بسیار شدید مهاجران بود که بخشیش دلایل اقتصادی داشت، دلایل امنیتی داشت، و بخشش در هر حال اینها پشت درهای اروپا بودن، پشت درهای اتحادیه اروپا بودن. این خود به خود حجم بحران اینقدر بزرگ بود که تبدیل به یک معضل برای بسیاری از این کشورها شد. مضافاً بر این که در کنار این بحران مهاجران، بحران امنیتی هم پیش اومد. شما میبینید که بعد از اینکه داعش در سوریه متوقف شد و نیروهاش تا حدودی خلع سلاح شدن، بخشای از کادرهاشون از سوریه اومدن بیرون. برخی از اون فرانسوی‌ها که با داعش کار می‌کردن، انگلیسی‌ها که کار می‌کردن، آلمانی‌ها کار می‌کردن، یا اینهایی که با داعش کار کردن، تجربه کشتن آدم‌ها و نگاه‌های افراطی داشتن، هم بخشهایی از اینها در لایه‌های مهاجران بودن و وارد اتحادیه اروپا شدن. بعد یک بار شما می‌بینید که معضل اتحادیه اروپا دو تا شد، هم اینکه با این آوارگان چیکار کنه، با این مهاجران چیکار کنه، و هم معضلات امنیتی بسیار بسیار جدی که با مهاجران وارد شده. حتی ممکنه این رو ساید افکت و عوارض جانبی بگیرید. این هم شد دو تا. اینی که شما وقتی که نگاه می‌کنید حملاتی که در خیابان‌های لندن صورت می‌گیره، در می‌بینید در بلژیک اتفاق می‌افته، به صورت مکرر در فرانسه اتفاق می‌افته، بمب‌گذاری‌هایی که اتفاق می‌افته و در واقع بلافاصله داعش، ایسیس یا القاعده اینها میان مسئولیت رو بر عهده می‌گیرن، این نشون میده که بحث مهاجران، بحث اونهایی که پشت درهای اتحادیه اروپا دارن، یک بحران امنیت ملی برای اتحادیه اروپا است، نه برای تک تک کشورها، برای این بلوک کشورها که به نظر هم نمیرسه که در کوتاه مدت به اتمام برسه. ما در مورد این بحث امنیتی حتما در ادامه باز هم حرف خواهیم زد. آقای راشدان، نظرتون رو بگید. بله، ببینید، ضمن موافقت با بسیاری از مواردی که دوستان عزیز دیگه فرمودند، من میخوام از یک زاویه دیگه، چون بینندهی که داره این بحث رو نگاه میکنه احتمال داره در ایران باشه و در ایران شما میدونید از این مواردی از خارجی ستیزی یا اسلام ستیزی که در اروپا پیش میاد، دولت استفاده میکنه برای پروپاگاندا و یک تصویر غیر واقعی ارائه میده. اروپا اگر خیلی بر اساس فکت و واقعیت بخوایم به وضعیتش نگاه کنیم، جامعه مدنی بسیار قوی داره، خصوصا در شمال و شمال غربی اروپا جامعه مدنی بسیار قوی هست. مواردی از این دست مطالبی که شما فرمودید، مثلا انتخابات در سوئد، دوستان خاطرشون هست در سالهای 1989-90 و بعد از جنگ یوگسلاوی در میانه دهه 1990 بسیار بدترش اتفاق افتاده. در اتریش یک حزب نجات پرست ضد خارجی حتی در انتخابات انتخاب شد و رفت دولت تشکیل داد. در فرانسه آقای جان ماری لوپن، خب دوستان یادشون، نجات پرست ضد یهودی ضد خارجی، آرایی که اینها دارن میارن به روایت آمار اصلا به موارد اون زمان حتی نزدیک هم نیست. من نمیخوام بگم هیچ مشکل و خطری وجود نداره، میخوام بگم اروپا به دلایل بسیار مختلفی، از جمله میزان اعتمادی که مردمان در کشورهای شمال و شمال غربی اروپا دارن به دولت‌های ملیشون، در اسکاندیناوی، در آلمان، در این بلوک از کشورها، بلژیک، در هلند، دانمارک، میزان اعتماد مردم، شهروندان، بخش بزرگ مردم، 70-80% مردم به دولت‌ها بی‌نظیره. جامعه مدنی بسیار قویه. این است که شما این ارقام 20% و 10% و این ارقام رو می‌بینید. بعد به لحاظ اقتصادی، مثلا در مورد آلمان که دوستمون صحبت کردن، اقتصاد آلمان هیچ وقت اینقدر خوب نبوده. در آلمان شما الان فول بشفتگون، تقریبا همه افراد کار دارن، شما بیکاری رسما نداری، اقتصاد خوب هست، جامعه مدنی قوی هست. منتها بذارید یه چیز رو خیلی روک و پوسکنده به شما بگم. در سال 2015 شما وقتی مرزهاتون رو باز میکنید و چیزی نزدیک به 1 میلیون نفر رو به هر دلیلی میارید، طبیعی است که در انتخابات بعدی
آدم ها به احزاب ضد خارجی رای خواهند داد. منتها مثلا در آلمان چقدر به ضد خارجی ها رای دادن؟ 1.2 میلیون رای از رای احزاب بزرگتر کاسته شد و رفت به آفته یا حالا موارد دیگه. ولی اتفاق همچین به قول معروف خطرناک و خیلی هولناک. آقای راشدان، آیا این یک اتفاق یگانه است؟ شما فکر میکنید در واقع یک اتفاقی هست در کل اروپا در یه برهه‌ای داره میفته و آروم آروم زمانش طی میشه و برمیگرده به حالت دیگه، یا از اون طرف به قول معروف میافتن، یا به هر حال شیوه عوض میشه، یا فکر میکنید که این شروع یک روند هست که ممکنه هست که کل اتحادیه رو در بر بگیره؟ بسیاری نگران این هستن که چون فقط در اتحادیه اروپا هم نیست، شما میبینید که در آمریکا هم پوپولیسم داره رای میاره و نتیجه بخش بوده برای شیوه های پوپولیستی داره جواب میده. بحث این هستش که آیا اروپا داره میره به اون سمت، یا با توجه به جامعه مدنی بسیار قوی که شما خودتون هم گفتید اروپا داره و با توجه سنت های دیرینه رواداری که در اروپا مرسوم هست، نه این یک روندی هست که به زودی خواهد ایستاد؟ جواب شما هم بله هست هم خیر. جواب قطعی نمیشه به این داد. اولا بله، در اروپا دوستان فرمودن مسائل بسیار بنیادینی وجود داره. ما در یک مقطعی از تاریخ قرار داریم که تکنولوژی دیجیتال بعد از جهانی شدن داره بازار کار رو کلن متحول میکنه. من مثلا رفته بودم یکی از شهرهای شرق آلمان چند روز پیش، با دوستی که همراه هم بود مغازه ها رو که نگاه میکردیم، تمام مغازه هایی که قبلا پخش بودن، ریتیل بودن، بسته شدن و خب مردم از آمازون استفاده میکنن با اون. یا در جاهای دیگه شما ببینید اوبر چقدر بازار کار رو متحول کرده. هوش مصنوعی، تکنولوژی دیجیتال اقتصاد این قاره رو داره دگرگون میکنه. مردمان این قاره به شدت از منافع مادی و رفاهی که شما نگاه کنید شاخص‌های توسعه انسانی رو هر 12 تای اول به غیر از استرالیا و سنگاپور و کانادا اروپایی هستند، و در بسیاری از کشورهای اروپایی مثلا دانمارک سطحی از برابری ثروت وجود داره بین شهروندان که من فکر کنم در بقیه دنیا دهه‌های دیگه شاید صدها سال دیگه به این سطح نرسن. منتها بازار دیجیتال داره همین طور که به اقتصاد ما کمک می‌کنه، یه بخشی از شهروندان رو هم ناراضی می‌کنه به خاطر اینکه مشاغل سنتیشون رو از دست میدن. این روندیه که قبلا در دوران انقلاب صنعتی و بعد جهانی شدن هم اتفاق افتاده. این قاره به نظر من اگر یک جا در دنیا این شانس رو داشته باشه که از این بحران بیرون بیاد، اینجا هست. ببینید، من، آقای بهبهانی، دوستان دیگه که امروز در این مصاحبه هستن، به دلیل اینکه در یک جوامع مدنی بسیار قوی زندگی میکنیم، اگر مشکلی اینجا به وجود بیاد، اینجا ولی فقیه نداره. من و خانم روستایی و آقای بهبهانی و آقای حاج قاسمی مجبوریم بشینیم با همدیگه دیالوگ کنیم، مجبوریم بریم انتخابات شرکت کنیم، مجبوریم مالیات بدیم، در نهادهای مدنی مشارکت کنیم و مشکلمون رو حل کنیم. این بار هم این مشکل رو حل خواهیم کرد به خاطر اینکه اینجا جایی داریم درش زندگی میکنیم، بچه هامون به دنیا آمدن و بزرگ شدن، چاره دیگری هم آقای حاج قاسمی، نظر شما رو میخوام بدونم با توجه به اینکه به هر حال مسئله، آقای راشدان اشاره ای دارن به مسئله اروپا، بسیاری از این احزاب راستگرا با اصلا کلیت اتحادیه اروپا مسئله دارن. اونا علاقمند هستند به اینکه کشورها به شکل تکرو و یگانه سیاست‌های خودشون رو داشته باشند و مثلا همون چیزی که ما در برگزیت دیدیم در همین آرا هم مستتر هست. نظر شما چی است؟ آینده اتحادیه اروپا به کدوم سمت میره؟ آیا کل اتحادیه مجبور میشه سیاست‌هاش رو تغییر بده و منعطف‌تر بکنه جوری که این رای دهندگان رو راضی بکنه، یا نه اروپا، اتحادیه اروپا ایستادگی میکنه و به هر حال رای دهندگان هم با توجه به تغییراتی که میبینیم ممکن هست که با اتحادیه اروپا همراه بشه؟ باید منتظر شد و دید. اما من هم در واقع مشکل رو در اینجا میبینم، در اون تحولی که نسبت به دولت‌های ملی صورت گرفت. یعنی پس از جنگ جهانی دوم تا حدود 25-30 سال پیش همه کشورهای اروپایی دولت‌های ملی و مستقل داشتند که با رأی مردم انتخاب می‌شدند. این دولت‌ها می‌تونستند در چارچوب ملی خودشون سیستم سیاسی اجتماعی رو بسازن، دولت‌های رفاه خودشون رو بسازن، خرج و دخل مشخص بود، شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات بودند، در ایجاد اشتغال یعنی هماهنگی با دولت صورت می‌گرفت، راحت نمی‌تونستن همینجوری تعطیل بکنن. اگه می‌خواستن تعطیل بکنن، دولت در واقع ازشون می‌خواست، کمک‌هایی می‌کرد، تخفیف مالیاتی می‌داد که در واقع سطح اشتغال در یه حد منطقی باقی می‌موند. کشورهای اسکاندیناوی هم که خاص بودن در این زمینه، یعنی در سوئد ما 50-60 سال بیکاری زیر 2% داشتیم.
و این بیکاری 2% همه اقتصاددان ها بهش علم دارن که بدون مداخله دولت در ایجاد اشتغال در بخش خدمات عمومی میسر نیست، یا ایجاد یا راه انداختن دوره‌های کارآموزی برای نیروی کار. این نیروی کاری که بیکار میشه اولا یک کمک هزینه کافی دریافت میکنه که استانداردش زمانی که شاغل بوده حفظ میشده، دوره کارآموزی با هزینه سنگین براش دولت تعیین میکرد که بره کار جدید یاد بگیره و دوباره صاحب شغل بشه. خب جامعه‌ای که در این سطح رفاه بار اومده به واسطه اینکه دولت‌های ملی میتونستن هر میزان که میخوان مالیات بگیرن و اونو خرج بکنن، یک سیستم‌های رفاهی سخاوتمند اغلب کشورهای اروپایی داشتن، در اسکاندیناوی هم که به طور خاص. خب وقتی که این دولت‌های ملی ضعیف میشن، در اتحادیه اروپا شکل میگیره، تصمیمات حالا باید در بخش مهمی از تصمیمات اونجا اتخاذ بشه دیگه. اگر دولت‌ها می‌خواستن فشار مالیاتی بیارن بر شرکت‌هاشون، شرکت‌ها کشور رو ترک می‌کردن. آقای حاج قاسمی اشاره جالب می‌کنید. من این رو می‌خوام اینجا وارد بکنم، بحث برگزیت رو، با توجه به اینکه ما همین الان در این کشوری که ما الان درش هستیم، معضل اصلی این هست که آقا می‌خوان از رأی دادن، می‌خوان از اتحادیه هم جدا بشن، با همین نگاه، به خاطر همین نگاه رأی دادن که دولت در لندن قوی نیست، به قول معروف داده همه چی رو دست اتحادیه اروپا، از بروکسل تصمیمات گرفته میشه. اما می‌بینیم که یک در واقع آشفتگی بی حد و حصری الان ایجاد شده که بسیاری نگران عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اون در آینده هستن. آیا واقعاً برای کلیت اتحادیه، برای یعنی کشورهای مختلف، میتونند الان بعد از 50 سال یگانگی جدا بشن و تک تک راهشون رو ادامه بدن بدون اینکه هزینه های سنگین پرداخت بکنن؟ بسیار دشوار خواهد بود. آقای راشدان اشاره کردن به این موضوع که به هر حال یک عقلانیت گستردی در اینجا وجود داره و در واقع دلایل واقعی باعث شد که کشورهای مستقل در اتحادیه در اروپا به این نتیجه برسن که اتحادیه به وجود بیارن. چرا؟ برای اینکه بازار ملی کوچک بود. باید بازار گسترده 500 میلیونی اتحادیه اروپا در واقع وجود می‌داشت برای شرکت‌های انگلیسی، سوئدی، آلمانی که بتونن صادر بکنن. حتی بازار اتحادیه اروپا هم کوچک است. گلوبالیزیشن، جهانی شدن نیاز هست. یعنی شرکت‌های بسیار بزرگ واقعا بازار جهانی رو احتیاج دارن برای به اصطلاح صادرات، یعنی برای اینکه بتونن اصلا کار اقتصادی انجام بدن. بنابراین یک ضرورتی بود، منتها این ضرورت طوری اجرا شد که طبقات به گروه‌های ضعیف جامعه یا گروه‌های با سطح مهارت‌های پایین از این روند آسیب دیدن، بازنشسته‌ها آسیب دیدن. قرار بود پس از جنگ جهانی دوم تا به 20 سال پیش دولت‌های رفاه بیان این ضررا رو جبران کنن، یعنی با تعیین کمک هزینه های با سطح سخاوتمندی بالا ضررهای ناشی از جهانی شدن یا اروپایی شدن رو جبران کنند. این رو حالا طیف های دست راستی با پایین آوردن سطح مالیات این روند رو درش خدشه ایجاد کردن. به همین دلیل شما اگر به پایگاه اجتماعی احزاب افراطی نگاه بکنیم، میبینیم که کیا رو جلب به خودشون کردن؟ جوانای بیکار یا کمکار و سالمندان و عمدتاً شهرهای کوچیک که در آنجا مراکز تولیدی نیست. اینها 10 سال، 15 سال، 20 سال هستش که میبینن بیکاری اومده ولی چیز جایگزینش نشده، اشتغال جایگزین نداشتن بسیار از اینها، و امید به آینده به این که این احزاب سنتی بتونن این مسئله رو حل بکنن درشون در واقع به وجود نیومده، به نارضایتی اومدن. حالا احزاب به اصطلاح قدیمی که اتفاقا خود اونها باید این مسئله رو حل بکنن، باید به فکر چاره باشن که چگونه این 20% 25%ی که به سمت ناراضیان رفتن رو دوباره رضایتمندشون بکنن. دقیقاً بحث ما همینجاست. بحث ما همینجاست. به نظر شما بذارید من خانم روستایی رو وارد این بحث بکنم. خانم روستایی، فکر می‌کنید واقعا آیا احزاب بزرگتر، احزاب که به طور سنتی آرا رو بیشتر از آن خودشون می‌کردن، میتونند بی تفاوت باشند به این تغییر نگرش در بخش قابل توجهی از جامعه، یا اینکه اونها مجبور هستند که سیاست هاشون رو هماهنگ بکنند؟ و اگر این اتفاق بیفته، یعنی تغییر سیاست ها اتفاق بیفته، آیا ما در مجموع به سمت تندرو شدن احزاب در سیاست هایی در مثلا مسائل اجتماعی و مهاجرت نخواهیم بود؟ در هر حال ببینید سیستم یک کشور، مثلا کشور سوئد یا کشورهای دیگر، یک کامبینیشن، یک مجموعه منطقیه.
یعنی احزاب وقتی که احزاب سنتی، احزاب قدیمی و احزاب قدرتمند هم باشن نمیتوانند نسبت به ظهور و بروز پدیده‌های جدید اجتماعی خونسا باشن و بی‌تفاوت باشن. یعنی اگر در سوئد شما یک باره می‌بینید یه حزب اصلاح دموکراتنا تشکیل میشه که این حزب طرفدارانی پیدا میکنه و اول 5% آرا رو داره، بعد میشه 12% آرا رو داره، بعد یه دفعه تبدیل میشه به 19% آرا، یعنی این یک اتفاق اجتماعی، حزب اصلی یا حزب سوسیال دموکرات نمیتواند بی تفاوت باشد. در نتیجه وقتی که دولت تشکیل میشود حداقل در سوئد میبینید که این حزب از میبینید از احزاب راست وزیر نداره، تا اونجایی که امکان داره مشارکت کمه، اما در نگاهاش، در سیاستهاش و در عملکردهاش حساسیت‌های احزاب راست رو لحاظ می‌کنن، حساسیت‌های مهاجراتی که مردم دارن لحاظ می‌کنن. یعنی این طور نیست که اگر احزاب راست قدرت میگیرن یا درصدی از پارلمان رو به خودشون اختصاص میدن یا حتی گرایشات نازیستی دارن که مردم خیلی ازشون متنفر هستن، بروز این پدیده منجر به تغییر رفتار احزاب حاکم نشه. ما در سوئد هم داریم میبینید که رفتار میگراخون ورکت یا اداره مهاجرت نسبت به خارجی ها متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی داخلی عوض میشه، یعنی دادن اقامت، ندادن اقامت، اینها مرتبا با نوسانی کاهش و افزایش پیدا میکنه. من فکر کنم که این مجموعه منعطفه و اینطوری نیست که حزب اصلی یا حزب حاکم بتونه کاملا مقاومت بکنه نسبت به فشارهای اجتماعی که احزاب راست ایجاد میکنن. آلمان آی بهبهانی کشور مهاجرپذیری هست. بسیاری از مخاطبان ما ممکنه در برهه‌ای از زندگی اصلا فکر کرده باشن به مهاجرت به اروپا و حتی به آلمان. بس این هستش که آیا شما همین روند رو میبینید؟ آیا میبینید که شیوه های آلمان تغییر کرده در این سالها؟ و بحث مهمتر این هستش که چقدر به نظر شما واقعا آلمان یا کشورهای دیگر اروپایی میتونن بدون مهاجران گسترش صنعتی که بهش علاقمند هستن رو داشته باشن؟ ما میدونیم که سر قضیه همین مهاجرت گسترده اخیر چند سال پیش هم صحبت این بود که آلمان در واقع بخشیش انسان دوستی هست ولی بخش دیگرش این هستش که به این نیروی کار احتیاج داره. آیا واقعا کشورهای اروپایی میتونن بدون مهاجر زندگیشون رو بگذرونن؟ من در مورد آلمان میتونم بگم که نه. و همون روزی که خانم مرکل وقتی که سیل پناهندگان به طرف آلمان اومدن و سریعاً با مقامات اتریش و غیره گفتگو کرد که مرزها باز بشه، میدونستن که احتیاج دارن و میدونستن که نیروی عظیم کار وارد آلمان میشه و چون آلمان قبل از اون مرتب در مورد اینکه نیروی کار پیر شده، آلمان بچه مردمش بچه زیادی ندارن و ما باید صنعتمون رو پیش ببریم، آلمان از این پناهندگی بسیار بسیار استفاده کرد و همین باعث این شد که نیروهای دست راستی شروع کردن به داد و بیداد کردن. و خانم مرکل وقتی که در اومد گفتش که خوش آمدین، هزاران نفر رفتن در ایستگاه‌های قطار، در ایستگاه‌های اتوبوس و با شیرینی و شربت و گل از پناهنده‌ها استقبال کردن و صنعت و اقتصاد آلمان پشت این خواسته خانم مرکل بود و این طوری بود که احزاب چپ، سبز و غیره ازش حمایت کردند. یعنی خانم مرکل یا محافظه‌کاران آلمان یک باره قدم‌هایی رو که خواسته‌هایی رو که چپ‌ها و سبزها می‌خواستن برداشت و نیروی کار در آلمان الان میتونم بگم داره اشباع میشه. ولی در مورد اینکه چرا این جریان پیش اومد، ما یه موضوعی و اون کمک‌های اقتصادی مالی به آفریقا و آسیا رو باید در نظر بگیریم که دولت‌ها به جای اینکه برن و در اونجا استراکتور درست کنن، ساختگاری درست بکنن، مرتب سعی میکنن مرزبندی بکنن، به مثلا به آقای اردوان پول بدن که کسی در نره، تو لیبی میرن با حکومت موقت صحبت میکنن ولی موفق نخواهند شد که مرزها رو ببندن. این یه چیز مشخصه و من همونطور که آقای راشدان فرمودن، من معتقدم که جامعه اروپا درست یک تحولاتی درش طرف راست یا تحولات منفی به وجود اومده ولی به هیچ وجه نمیتونن
پیشرفتی داشته باشن. یه موضوع دیگه هم که برای شاید شنونده ها و شما جالب باشه و اون که آقای مکرونه، وقتی که دست راستی ها اون اومدن سر نزدیک بود که بیان سر کار، یک جنبش را انداخت و این جنبش یک کپی از سوسیال دموکرات ها یا به اصطلاح آقای میتران بود و این موفقیتی که ایشون به دست آورده، من فکر میکنم اروپا باید همین خط و مش رو پیش ببره و شاید موفقیتش بیشتر باشه که دست راستی ها رو به توسط مطبوعات، توسط کارهای مثبت از بین ببره، چون اینا جز این که الان فعلا ترس دارن و مطبوعات مرتب از اینا گزارش میدن، روز به روز گستاختر هم میشن. ولی همونطور که گفتم نیروی کار آلمان با اومدن پناهنده ها داره اشباع میشه. آقای راشدان، یک سوال دیگه این هست که چرا باید اروپا یا کلن بشریت از جناح راست افراطی اروپا اینقدر در ترس باشه؟ من در صحبت‌های هر چهار نفرتون میبینم که این نگرانی رو دارید. آیا واقعا این جناح راست همونی هست که مثلا در جنگ جهانی دوم اون فاجعه رو آفرید؟ یا به هر حال اینها هم تغییر کردن، نگاهشون ممکن است تغییر کرده باشه و آدم‌های دیگری هستن با طرز تفکرات متفاوت؟ والا من شخصا فکر میکنم از جناح افراطی حتی اگر چپ هم باشن باید ترسید. کما اینکه شما میبینید در شهر هامبورگ در زمان اجلاس کشورهای 20 رفتند و به صورت کاملا سازمان یافته از سوئیس و اسپانیا و ایتالیا یک عده آدم اومدن، لباس سیاه پوشیدن و کوکتل مولوتوف انداختن در منزل جایی که یک خانواده با بچه‌هاش داشتن زندگی میکردن و یک وضع عجیبی رو به وجود آوردن. اما به هر حال به عنوان اروپایی و به عنوان یک آلمانی و بقیه کشورهای اروپا، اسلواکی، مجارستان، کشورهایی که این اتفاق افتاده در سالهای 1930-1940، چیزی که با هولوکاست اتفاقی رو به بشریت تحمیل میکنه که نظیرش در تاریخ حیات انسان دیده نشده، به هر حال شهروندان میترسن. ما در شعارهای احزاب راست افراطی تشابهات بسیاری میبینید با شعارهای حزب نازی در 1930، زمانی که از مسلمانان صحبت میکنند، از لباس مسلمانان، از زنان مسلمان، از به قول معروف رفتارها و مناسک اجتماعی مسلمانان صحبت میکنند، نمیشه انکار کرد که اینا شبیه همون نوع صحبتهایی است که میکردن، تبلیغاتی بود که میکردن در مجلاتشون، در پروپاگانداشون علیه لباس و مناسک یهودیان در سال 1930. به خاطر همین جامعه میترسه. اینجا یک جامعه است که میانه بسیار قدرتمنده، این میانه در انتخابات شرکت میکنه و نتیجه رو تعیین میکنه. آفرین آقای بهبهانی که مثال آقای مکرون رو زدن. در هنگامی که ایالات متحده آمریکا یک نفر میاد با پیام ترساندن آدم ها و با پیام نفرت رأی میگیره، جایی مثل فرانسه که همه داشتن میترسیدن جبهه فرون ناسیونال یا خانم مارین لوپن قدرت بگیره، جبهه ملی فرانسه، آقای مکرون میاد با پیام امید، با پیام آینده‌ای روشن برای اروپا رأی میگیره. خانم مرکل دوباره، علی‌رغم همه این حرفا، خانم مرکل دوباره میاد رأی اعتماد از مردم میگیره. آدمی است که با استناد به اعتقادات مذهبی خودش میگه من به عنوان یک آلمانی، به عنوان یک مسیحی، انجیل به من یاد داده که باید لقمه از دهن خودم در بیارم و به همسایه بدم. من نمیتونم مرزها رو ببندم. من نمیخوام در آلمانی زندگی کنم که مرزهاش رو به روی آدمهایی که از حمله شیمیایی و کشتار فرار میکنن اینجا اومدن ببندم. میگم اینها مسائل ماست. بله، من یک نکته خیلی سریع میخوام خدمت شما بگم. دخالت روسیه است که صحبت نشد حالا. روسیه مخصوصا بعد از داستان اوکراین داره به صورت غیرقابل باوری در سیاست تمام این کشورهای اروپایی نفرت تزریق میکنه. پول، عملیاتی که افسران دستگاه اطلاعاتی روسیه در شبکه‌های اجتماعی انجام میدن، هک نمیدونم انتخابات فرانسه، انتخابات یا کاری که در برگزیت انجام داد، کاری که اثبات شده در انتخابات ایالات متحده آمریکا انجام داد، ما با یک سری عوامل بیرونی هم مواجهیم که تمامشون تلاش میکنن این قاره رو از سمت افراطی‌گری چپ و راست دچار مشکل کنن. ولی من مطمئن هستم که باز به دلیل جامعه مدنی و باز به دلیل تاریخ این دولت ملی، فرمودند آقای آنج قاسمی، دولت ملی نیشن استیت در اروپا سابقه 2300 ساله داره. اروپا 2000 سال مردم این قاره با همدیگه زندگی کردن بر اساس ارزش‌های آتنی، ارزش‌های رومن، بعد مسیحیت رفرمیست و بعد دوران روشنگری. این قاره هیچ وقت دولت ملی
به اون شکل نداشته. اینا پدیده‌های اخیری هستند که باز اینها هم دارن الان با وضع فعلی دنیا کم رنگ میشن و اشاره جالبی کردی به قضیه روسیه. باید بگیم که این اتهامات همواره مطرح بوده اما در بسیاری از جاها در حال تحقیق هستند در موردش. اما بگذارید این بحث رو بکنیم آقای حاج قاسمی که چقدر عوامل درونی در اتحادیه اروپا تاثیر داشتن، چقدر مسائل بیرونی. به هر حال این قاره همونطور که آقای راشدان هم اشاره کردن 200 سال هست که با مسائل مختلف این کشورها با هم کنار اومدن، اما چقدر الان سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های روسیه، سیاست‌های چین، خاورمیانه، اینها در اونچه که در اروپا اتفاق میفته تأثیر دارن؟ البته من بیشتر عامل درونی رو برجسته و مهم میدونم و اگر هم عامل خارجی بخواد تاثیرگذار بوده باشه، یعنی در مورد ابعاد مثلا مداخله روسیه در روندهای جاری در سیاستهای داخلی کشورهای اروپایی من نمیگم نیست، اما اونقدر گسترده نیست که بتونه تعیین کننده بوده باشه تا کنون. بنابراین من فکر میکنم بیشتر عوامل داخلی در درون این کشورها مطرح است و تفاوتی که اون وقت اینجا این احزاب افراطی با مثلا طیف چپ میتونن داشته باشن، اشاره که آقای راشدان داشت این هستش که عمدتاً طیف های چپ در کشورهای دموکراتیک اروپایی، من منظورم در شوروی و در چین و اینها نیست، در این کشورها عمدتاً به در واقع سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری و به اختلاف طبقاتی در دفاع از گروه های ضعیف جامعه عمدتاً به قول معروف موازشون به اصطلاح کوک می شده. اما این کاری که احزاب افراطی می کنند و اینها رو بسیار خطرناک می کنند اینه که از هر به اصطلاح بهانه عاملی برای مقابله با سیستم موجود سیاسی، با همون در واقع نظم عقلانی که ما صحبت می کنیم در این چند صد سال وجود داشته، می خوان مقابله بکنن و حتی در از حمله و برخورد به ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه، یعنی پناهجویان تازه واردی که هیچ چیزی در واقع در اختیار ندارن و از جنگ و از پیگرد فرار کردن اینجا آمدن، در یا گروه‌های مثلا حاشیه‌ای به اصطلاح مسلمان، در واقع در نفرت پراکنی علیه اینها از هیچ چیزی مضایقه نمی‌کنن و این هست که اینا رو خطرناک می‌کنه و این هست که اون خوی نازیستی و نجات پرستانه که در واقع ضدیت با آنچه که در واقع اینها باشون مخالف هستن رو بیگه بدون پرده اینو در واقع رواج میدن، این عامل تعیین کننده بوده. و من اعتقادم در این هستش که در یکی دو دهه آتی در واقع اون سیستم عقلانی و اون سیستم متمدنانه در اروپا که در این 100 سال اخیر به خصوص دموکراسی ها رو ساخته، حتما راه‌های مناسب برای مقابله با این جریان‌های که روی در واقع تبعیض، روی نارضایتی، روی نفرت پراکنی در واقع کار میکنن، اینها رو قابلیتی رو دارن که از صحنه کنار بزنن و راهش در این هستش که اون گروه های ناراضی که به سمت اینها رفتن اونها رو در واقع نیازهاشون و خواستهاشون رو برآورده کنن، ترس و نگرانی رو در اونها از بین ببرن. آنچه که در 10 سال آتی ما شاهدش خواهیم بود به نظر من بیشتر این خواهد بود. و ما این ورش رو بحث کردیم، اون طرف هم بحث بکنیم. خانم روستایی، به نظر شما این اتفاقات چه تأثیری در سیاست‌های اتحادیه اروپا در کل و تک تک این کشورها در برخورد و تعاملشون با کشورهای دیگه داره، به ویژه از کشورهایی که از اونها مهاجر میاد به اروپا، از خاورمیانه و از آفریقا؟ ببینید، در هر حال شمال آفریقا و خاورمیانه در واقع منبع اصلی صدور این مهاجران هستن، البته پاکستان و تایلند و فیلیپین هم تا حدودی، اما موج‌های بحرانساز از این کشورها اومده. اتحادیه اروپا به نظر میرسه با تعامل و مذاکره با دولت‌های مستقر در این مناطق تلاش می‌کنن که یک جورهای اوضاع رو تا حدودی تحت کنترل در بیارن. ولی وقتی که شما بحران منطقه خاورمیانه رو، مثلا اتفاقاتی که الان در ایران، عراق و در سوریه داره میفته، آنچه که مثلا قرار در ادلب اتفاق بیفته، وقتی که این روند تحولات رو میبینید، میبینید که نه کشور، نه دولت‌های مستقر در این کشورها توانایی کنترل اوضاع رو دارن و نه اتحادیه اروپا توانایی این رو خواهد داشت که با یک موج بعدی بتونه چیز رو کنترل کنه. ببینید الان یک سد داره در جنوب شرقی ترکیه ساخته میشه، این سد اگر تمام بشه بخش‌های مهمی از سوریه و بخش‌های مهمی از عراق اینها دچار خشکسالی میشن و در واقع مردم از زندگی ساقط میشن. شما میبینید بحران خشکسالی در ایران به قدری شدیده که استانهای جنوبی ایران داره خالی میشه و اینها میخوان به سمت استانهای شمالی بیان. استانهای شمالی هم خیلی از تصدیق کرده هاشون میخوان به سمت اروپا و هر جای دیگری که امکانش باشه برن. بحث خشکسالی در خاورمیانه اینقدر بحث جدی هست که به نظر میرسه که
به قول توماس فریدمن، این سرمقاله نویس نیویورک تایمز که میگفت که در خاورمیانه طی یکی دو دهه آینده اگر مسئله کردها، جنگ شیعه و سنی، اختلاف اعراب و اسرائیل اینها نتواند خاورمیانه رو از پا در بیاره، قطعا خوشسالی خاورمیانه رو از پا در خواهد آورد. و این اتفاقی که ما عملا میبینیم داره در ایران میفته، در عراق و سوریه هم همچنین. وقتی که این اتفاق افتاد، اون موقع موجهای راه خواهد افتاد از مهاجران که اتحادیه اروپا نمیتواند پسیو و منفعل باشه. اتحادیه اروپا مجبور دوباره درها رو باز کنه و به عنوان یک پدیده‌ای که در واقع باید باش کنار بیاد، موضوع رو مورد ارزیابی قرار بده. من یه بار دیگه میخوام این سوال رو یه جور دیگه باز مطرح کنم، برای اینکه بحث من فارغ از بحث مهاجرت، بحث استراتژی هم هست، بحث نگاه امنیتی و استراتژیکی که اروپا احتمالاً مثلا به مسئله خاورمیانه داره. توی سالهای اخیر در رفتاری که اروپا بعد از قضیه مهاجران با ترکیه کرد، با دیدیم که کاملا مشخص بود که داره به نوعی سعی میکنه جلوی مهاجرت افراطی رو بگیره. آیا فکر میکنید قضیه مهاجرت باعث میشه که استراتژی اتحادیه اروپا در کل در مورد خاورمیانه تغییر بکنه؟ آیا شیوه های اتحادیه اروپا در برخورد با مسائل خاورمیانه تغییر خواهد کرد به خاطر این؟ قطعاً یک دلیل تعامل و بازی که اتحادیه اروپا با ترکیه میکنه، این سند و شاهدی مبنی بر این که این موضوع انقدر بالانس‌های متعدد رو در اتحادیه اروپا جابجا میکنه و دست میزنه که اتحادیه در هر حال این موضوع رو اصلاً نمیشه باش کنار بذاره. من فکر میکنم اتحادیه اروپا همچنان تلاش میکنه که از طریق مذاکره و تعامل یک طوری مسئله رو تعدیل کنه، اما اتحادیه اروپا از این به بعد با این معضل به صورت بسیار بسیار جدیتر مواجه خواهد بود و این عاملی که در هر حال معادلات سیاسی بین احزاب راست، میانه و چپ رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. آقای بهبهانی، بحث دیگه که توی این برنامه هم مطرح شد، بحث این هست که اتحادیه اروپا به جای اینکه وایسه تا این مهاجران بیان به اتحادیه و خرجشون رو بده، سعی کنه سرمایه گذاری بکنه در کشورهای مبدأ. در مورد مثلا پناهندگان سوری سعی کرده گاهی این کمک رو مثلا به اردن، به بقیه کشورهای نزدیک و مهاجرپذیر بکنه. اما آیا در اروپا چنین در واقع زمینه‌ای رو شما می‌بینید که اتحادیه اروپا بره به سمت سرمایه‌گذاری بلند مدت و اثرگذار در کشورهای مبدأ مثل آفریقا و خاورمیانه؟ آقای یونکر در مورد این همین هفته صحبت کرد، گفت که اروپا میخواد به آفریقا به عنوان یک بازار برای در واقع همکاری دو جانبه نگاه کنه، تا به عنوان یک جایی که فقط درش بهش کمک میفرسته. اما یا واقعا فکر میکنید که در برنامه‌های کلان اتحادیه اروپا این دیده شده؟ من فکر نمیکنم موفقیتی با نیروهای نظامی و دیوار کشیدنها برای اروپا فایده چندانی داشته باشه. من حتی معتقدم که در حال حاضر دموکراسی در اروپا به یه بنبست رسیده، بنبستی که خودش نمیدونه راه خروجش چیه. از یک طرف یک نیروی دست راستی پوپولیسم در امریکاست که اروپا مرتب اوامر ترامپ رو اجرا میکنه در مورد تسلیحات، و یک غروریه که در اروپا وجود داره نسبت به جهان سوم و تقسیم بندی بین خودی و غیر خودی، کدوم کشور با ما خوبه. یعنی حتی مسائل حقوق بشر در اروپا زیر پا گذاشته شده و سالهاست که به خصوص بعد از این بعد از 2015 که بحران اقتصادی به وجود اومد، دیگه طوری شده که مسئله حقوق بشر اصلا مطرح نیست. یعنی اگر کسی الان در آلمان به راجع به حقوق بشر حرف بزنه من میخندم، چون میگم از یک طرف عربستان سعودی رو اینا روز به روز به عنوان متحد دوست، اردن رو به عنوان دوست، ترکیه رو به عنوان دوست و واجبات همکاری میدونن، از طرف دیگه کشورهایی که باهاشون خوب نیستن یا اوامرشون رو اجرا نمیکنن رد میکنن، و این باعث میشه که این دموکراسی خودش رو در بحران برده. الان مسئله کمک‌های اقتصادی به افریقا و حتی اون و سیاست فرانسه در افریقا افتضاح است،
مردم اونجا رو کسی قبول نداره. اینا میرن با رهبران این کشورها همکاری میکنن، بهشون رشوه میدن، حتی محیط زیست اینا رو خراب میکنن. یعنی ما نمیتونیم از طریق اینکه قبل از اینکه علت فرار اینا رو برطرف کنیم، مسئله پناهندگان رو نمیتونیم حل کنیم. البته همینطور که اشاره شد توسط خانم روستا، ما یک مسئله عمده‌ای هم در آینده حتی برای ایران داریم و اون این که پناهنده های زیادی به خاطر محیط زیست ایران رو ترک خواهند کرد، به خاطر آزادی. الان تعداد کمبود آزادی یا نبود آزادی که مردم ایران رو ترک میکنن یا افغانستان رو، و در آینده نزدیک متاسفانه مسئله آب، مسئله گرونی، مسائل خیلی عمیق‌تر از مسئله سیاسی باعث میشه که تعداد خیلی زیادی ایران رو ترک بکنن و اروپا راه حل عملی براش نداره. و اینکه میگن 10,000 تا نیرو میذاریم دیوار اونجا رو میکشیم بالا، با مجارستان رو الان محکوم میکنیم، هیچ راه حلی وجود نداره. و در احزاب راست یا محافظه‌کار مثلا در خود آلمان میبینیم که در ائتلاف مسئله مسیحیان دموکرات یا مرتب همگام شدن با هم دست راستی ها و یک مقدار زیادی هم شک و تردید درش وجود داره که چه کسانی پولای اینا رو میدن. مدارک خیلی زیادی مطرح شده و هنوز کسی نتونسته جواب منطقی بده که پولی که این دست راستی ها به دست آوردن از کجاست. و خود دولت هم نمیتونه تا مادامی که مسائل اقتصادی مردم و بازنشستگی، بیکاری، فقر در آلمان روز به روز افزایش پیدا میکنه. ممکنه بگیم که بیکاری کمه به 2.5 میلیون، ولی این به خاطر این نیستش که آمار و دستکاری فقط کردن. در آلمان وضع اقتصادی مردم روز به روز خرابتر میشه. الان موضوع روز مسئله کرایه مردمه. مسئله اینه که در هر خیابونی که ما میبینیم مردم چون گرو میدن، شیشه ها گرو در فروشگاه ها میتونن پول پس بگیرن، شیشه خالی رو ببرن تو جازوبالا. تمام شهرها افرادی رو میبینی که دارن تو جازوبالا شیشه در میارن. یعنی اگر مسائل اقتصادی این کشورها، خواسته های بنیادی مردم پیاده نشه، اینا هیچ کاری نمیتونن در مورد مبارزه با دست راستی ها انجام بدن و نمیتونن هم با کشیدن دیوار بدون کمک اقتصادی به این کشورها، کمک های پیشبرد صنعتشون. بعضی از کشورها در آفریقا از دولت‌های اروپایی کمک اقتصادی می‌گیرن، ولی از طرف دیگه اجناس دست دوم کشورها در این کشورها، کشورهای اروپایی در این کشورها فروخته میشه، اقتصاد و صنعت اینا رو از بین می‌بره. صحیح. بحث همین هست آقای راشدان، بحث این که چقدر سیاست‌های غلط موردی تأثیر داشته، سیاست‌های مثلا اتحادیه اروپا در قبال آفریقا و خاورمیانه چقدر تأثیر داشته در این روندی که الان شاهدش هستیم و چقدر در مورد تصحیح این سیاست‌ها اتحادیه اروپا علاقمند هست و اصلا بهش فکر می‌کنه. اگر کسی واقعا احساسش این هست که مهاجران بدند برای قاره اروپا، بدند برای کشورهای اروپایی، به ضرر اقتصاد اروپا هستند، فقط به تنهایی تجربه مهاجرت هموطنان ایرانی ما به آلمان و سوئد و هلند به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه توضیح بدیم این آدم ها از یک سرکوب بزرگ سیاسی و اعدام، بچه های خردسال و نوزاد خودشون رو برداشتن آوردن در این جوامع و الان جزو تحصیل کرده ترین، برخوردارترین، روادارترین و قابل احترام ترین طبقات اون جامعه هستن. شما مورد سوئد رو ببینید، تقریبا در مدیریت و رهبری تمام احزاب سیاسی سوئد آدم‌های ایرانی جدی وجود دارن. حتی نکته خنده‌دار اینه که در احزاب ضد خارجی هم باز ایرانیانی وجود دارن که در رهبری اون احزاب ضد خارجی هستن در سوئد یا در آلمان. بله. عرض خدمت شما، ببینید شما وقتی که به دلایل مختلفی که اینجا میشه ساعت‌ها صحبت کرد، وقتی تمام این 28 کشور اتحادیه اروپا و بقیه کشورهایی که در قاره اروپا هستن از یک فاجعه جمعیتی رنج میبرن، آدم‌ها بچه‌دار نمیشن دیگه و تداوم رفاه و صنعت و صندوق‌های بازنشستگی در همین شکل کنونی نیازمند مهاجرت است، به غیر از فرانسه و ایرلند که ساختار جمعیتی
سالم دارن، بقیه اروپا ساختار جمعیتی بسیار به قول معروف در حال افولی رو داره. باید مهاجر آورد. جایی که مهاجر ازش میشه آورد در شرایط فعلی خاورمیانه است. بنابراین راهی جز این نیست که شما مرزها رو باز کنید، اجازه بدید از خاور، یا ترکیه رو قبول کنید یا اجازه بدید از خاورمیانه بیان. و حتی اگه شما نخواهید این کار بکنید، چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به گفته مسئولان سیاسی ایران در سالهای آینده به خاطر خوشسالی در ایران جمعیت میلیونی از ایران خارج خواهد شد. خب اونها کجا خواهند رفت؟ خواهند اومد بخش بزرگشون اروپا. ما با این پدیده مواجهیم، کار خاصی هم نمیشه کرد. منتها این داستان یک قسمت دوم داره. قسمت دومش این است که مثل هر مورد دیگه‌ای که هم فرصت هست و هم تهدید، بایستی که بشینیم و به تهدیدهایی که این پدیده به وجود آورده و به وجود میاره فکر کنیم و با هم دیگه حرف بزنیم و انکار نکنیم. انکار بدتری کاریه که بود. اگر میپذیریم مهاجر بیاید، و بذارید این رو یک بار بگم، چون اونم به مهاجرین در سوئد شما اگر بررسی کنید، مثل ایرانی ها سوری هایی که سال 2015 آمد، بخش بسیار بزرگشون از اقتصادی الان آدم موفقی هستند. پس ببینید آقای راشده، اونایی هم که خیلی از کسایی هم که مخالف مهاجرت هستن، مخالف مهاجرت به این شکلی هستن که میگن این میدر و پیکر نباشه، میگن قوانینی بذاریم به قول معروف مغزها رو، اونهایی که وضع مالی خوبی دارن یا اونهایی که تخصص خاصی دارن، اینها رو از کشورهای دیگه بکشیم بیاریم در اروپا، ولی نرو باز نذاریم که همه با هم بیان. فکر میکنید که یه بخششون نژادپرستن، اصلا میگن انسان سومالی یا تیره یا خاورمیانه آدم نیست. این بخشی که شما دارید توضیح میدید میانه جامعه است. میانه جامعه میگه که بله، اگر تجربه مهاجرت ایرانیان به سوئد رو بررسی کنیم، دلیل موفقیت ایرانیان این بوده است که ایرانیان آدم‌های تحصیل کرده ای هستند. بله. دلیل موفقیت ایرانیان این بوده که پدر ایرانی فرش زیر پاش رو می‌فروشه، برای تحصیل دخترش هزینه می‌کنه. در همسایگی کشور ما کشورهای وجود دارن که خانواده اجازه نمیده دخترش بره کلاس موسیقی یا استخر یا اصلا مدرسه بره اگه دستش برسه. بله. تلاششون این هست که به هر حال یک سیستم امتیازبندی بگذارن. من فکر می‌کنم راه معقولی هم هست و افرادی رو بیارن که می‌تونن از همه مهم‌تر افرادی رو بیارن که ارزش‌های اروپایی رو قبول داشته باشن. به باور من اگر کسی فکر میکنه که یک آیت الله تیرمرد در ایران میتونه فتوا بده و یک نویسنده بریتانیایی رو محکوم به مرگ کنه، اگر کسی فکر میکنه که شارلی ابدو رو به دلیل اینکه یه چیز خیلی مرسوم 500 سال اروپا به مذهب کاریکاتور رو عرض کنم مردم طنز می‌نویسن، اگر کسی فکر میکنه که به خاطر توهین، چیزی که اون توهین میدونه، به یک پیامبر میشه رفت یک نویسنده رو کشت، این فرد جایی در این قاره نداره. اگر امروز هم اینجا زندگی کنه باید اینجا رو ترک کنه. این قاره بر اساس ارزش‌های مثل رواداری، احترام، عقلانیت و دموکراسی ساخته شده. بعد از جنگ‌های خونی، جنگ‌های مذهبی خونی، کلیسایی که آدم‌ها رو می‌کشته آتش می‌زده، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، تجربه مشترک شهروندان این قاره و من و شما این است که از ارزش‌های اروپایی خودمون دفاع کنیم. بنابراین کسانی که این ارزش‌ها رو می‌پذیرن، قدمشون توی چشم بیان اقتصاد اینجا کمک کنند، بیان برای خودش و خانواده‌اش زندگی بهتری رو فراهم کنند، بیان و آرزوها و امیدهاشون رو جامعه عمل بپوشونند، کما اینکه من و شما و سایر مهمانان این برنامه رو کردیم. متشکرم از شما آقای راشدان، آقای بهبهانی، خانم روستایی و آقای حاجی قاسمی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. ممنون که با صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه به همراه لینک پادکست ما. شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شما قرار خواهد گرفت، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو هم برای ما بنویسید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.